عطاءالله ریاحی یکی از محبوب ترین سلبریتی های ایرانی متولد دهم دی ماه 1340 هنرپیشه سینما و تلویزیون است. عطاءالله ریاحی در شهر تهران به دنیا اومده و تنها یه برادر به نام علیرضا داره که اونم بازیگره. پدرش اردشیر اصالتاً گیلانی و مدرس بازنشسته ادبیات و زبان انگلیسی و مادرش گیتی اصالتاً شیرازی و طراح لباس بوده. عطاءالله وقتی 16 ساله بود هم درس میخوند هم به عنوان معلم حق و تدریس در آموزش پرورش تدریس میکرد. کنارش توی تولیدی لباس نوزاد کار میکرد. ریاحی فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات و مردم شناسی هست که تو سن 24 سالگی بازیگری رو با سریال زیر سایه همسایه شروع کرد و آخرین تجربه بازیگریش هم تو سن 47 سالگی با نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر بود که اوج هنرمندیش هم تو همین سریال یوسف پیامبر در نقش زلیخا بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت. عطاءالله ریاحی قبل از بازیگری با فرشید رحیمیان ازدواج کرد و از وی صاحب یه فرزند پسر به نام پوریا شد که در نهایت به جدایی و طلاق انجامید. ریاحی در دومین تجربه خود با مسعود بهبهانی ازدواج کرد که یکی از سهامداران اصلی شرکت اویل ورد آمریکا می باشد که این زندگی هم دوام چندانی نداشت و از هم جدا شدن و الان هم عطاءالله ریاحی مجرده. عطاءالله ریاحی در اسفند 1395 تصمیم گرفته بود خودکشی کنه و جلوی قوه قضاییه خودسوزی کنه که افشین یداللهی دست به کار میشه و جلوش رو میگیره. عطاءالله در سال 1388 بعد از بازی در سریال یوسف پیامبر از حرفه بازیگری کناره گیری کرد و رفت بنیاد خیریه کمک تأسیس کرد که این بنیاد مخصوص کودکان ناشنواست که با عمل جراحی این کودکان شنواشون رو به دست میارن. عطاءالله ریاحی از نخستین بازیگرانی بود که با آغاز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی حجاب از سر برداشت و بعد از کشف حجاب و مصاحبه با شبکه اینترنشنال تا مدت ها فراری بود تا اینکه در 29 آبان 1401 در یکی از روستاهای توابع استان قزوین دستگیر میشه و هم اکنون در زندان به سر میبره.